با درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان، هفته گذشته طبیعتاً به مناسبت نوروز و تعطیل بودن ادارات خبر آنچنان داغی در زمینه درگیری‌ها و اظهار نظرها وجود نداشت. آنچه اهمیت داشت در واقع برداشت‌های سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از درگیری های بین ارکان نظامش، برداشت های احمدی نژاد، حرف های آقای رحیم مشایی و نگاه جهانیان به ایران. ایرانی که حالا به هر سو نگاه می کنی انگشتش در بحران ها پیداست. در سوریه در پشت سر رژیم آدمکش بعثی سوریه ایستاده است، با مال و اسلحه و قاچاق اسلحه از راه عراق، چیزی که باعث می شود وزیر خارجه ایالات متحده آقای جان کری به آقای مالکی اخطار بده. همان آقای مالکی که از آقای اوباما کارت بلانش گرفته بود که وقتی به کشورش بازگشت شرکای سنی و کرد خود را پس زند و علیه آنها پرونده سازی کند. در لبنان جمهوری ولایت فقیه حضور دارد از طریق طفل نامشروعش حزب الله که حالا قولی راهزن شده است و جلوی آدمها را میگیرد، حریری را میکشد و هر که در لبنان قد برافراشت و علم استقلال را بالا برد به قتل میرساند. در یمن، در شمال یمن از حوثی های چهار امامی حمایت میکند، به آنها اسلحه و پول میدهد و در جنوب یمن از علی سالم البیز مارکسیس لنینیست. هدفش این است که یمن تکه پاره شود. انگار نفعی به آقایان میرسد. تکه پاره شدن هر کشور در منطقه منجر به تکه پاره شدن ایران خواهد شد. در حاشیه خلیج فارس امروز دو وابسته رژیم در اینجا دستگیر میشود و فردا در آنجا. حالا در عربستان یک شبکه جاسوسی را کشف کردند. یک ایرانی، یک لبنانی، 16 سعودی شیعه. بیچاره شیعه های سعودی باید هزینه مداخلات جمهوری ولایت فقیه را بپردازند. آن سو در آذربایجان کمیته امداد امام، سرپوشی برای کارهای جاسوسی رژیم. در افغانستان، در پاکستان، در بورکینافاسو، در آفریقا، در آمریکای لاتین. آقای خامنه ای فکر می کند با پول خرج کردن و اینجا و آنجا مأمور فرستادن ابرقدرت می شود. البته موشک سجیل و شهاب 3 و 4 هم دارد. اتحاد شوروی با 50,000 موشک، بارها گفتم، و کلاهک اتمی یک شبه فرو ریخت. جمهوری ولایت فقیه یک ساعت فرو خواهد ریخت. این مسئله سنگینی نیست، تاریخ به ما یاد داده است. حال در ولایت فقیه، در آنجا که همگان باید ذوب در وجود آقا باشند و سردار قالیبافی که میخواست ادای رضاخان را درآورد، حالا میآید و میگوید که رئیس جمهوری آینده باید مملو و از عشق مقام معظم رهبری باشد. تمام وجودش مفتون آقا باشد. ملت را رها کن. ملت کیست؟ ملت ابزار ما هستند. آقای رحیم مشایی به طعنه و کنایه آنها را که زیر عبای ولی فقیه جمع شدند ندا می دهد. میزان رأی ملت است. آقای احمدی نژاد هم تازگی ها ملت را شناخته است و مرتب ملت ملت می کند و حالا می خواهد بهار را در موهای ملت بنشانه. معرکه غریبی است و من تردیدی ندارم سرنوشت جمهوری اسلامی نه فقط در سوریه بلکه در معرکه آینده انتخابات نیز تعیین خواهد شد. تا هفته آینده همه شما را به پروردگار بزرگ می سپارم.